سلام، خسته نباشید. خدمت آقای مقرازی عزیز و اساتید محترم و دانشجوی عزیز، من کارو هستم، دانشجوی گام چهار و این تحلیل چهارم من هست که میفرستم، اما اگه سر کلاس ریویو بشه تحلیل دومم هست. خیلی سریع میرم سراغ USDCHF روزانه. همونطور که میبینین من متاسفانه قبلا یه کنجی رو اینجا تشخیص دادم، ولی متاسفانه از دیدم دور شد و نتونستم دیگه این در واقع ریزش رو بگیرم. البته من اکانتم دمو هست، ولی به هر حال نتونستم اینو تریدش کنم. من الان یه کنج دیگه رو اینجا دیدم، اونطور که میبینید اگر درست تصور من بوده باشه و کنج درست باشه، این کنج چون هر دو شیبه نزولی داشته، در انتها به ما یه روند صعودی رو تحویل میده. همونطور که میبینیم در حال به نظر میاد که این کار رو داره میکنه. حالا سیگنال هایی رو که اینجا کلی من توی نگاه اول میتونم ببینم، یکیش این بود که یک همر داده بود و بعد این حسابی کندل ریزشی داده، دوباره این یک همر هست، دوباره ریزشی داده و این تا اینجا ببخش من اسما رو یادم رفته، اما این خودش یه در واقع از تحلیل شمع های ژاپنی این خودش نشون میده این قسمت که ما یه روند صعودی خواهیم داشت. اونم به این دلیل هستش که اومده از همونجا باز شده، شادوی خاصی رو، شادوی خیلی کمی داشته و ایرکت شده به سمت بالا، ترند لاینمون رو شکسته و کل این شم اسم اینو یادم رفت، کل این کندل ما رو دربر گرفته و رفته بالا. اینا همه سیگنال هایی رو داره و امیده که یکی این روند نزولی قراره صعودی بشه و حالا البته یه مقدار تأخیر هم میتونه داشته باشه، اومده اینجا ریخته. حالا اگه این رو یک روند خیلی کوچیک نزولی تصور کنیم، در روند نزولی این همری که دیده میشه دیگه اسمش همری نیست، معلوم متاسفانه حضور ذهن ندارم، اما اساتید میتونم بهش اشاره کنن، ممنون میشم. این سیگنال هم یک سیگنالی رو میده که میتونه باعث بشه که روند برگرده و مثبت بشه. البته چون حرکت خیلی کوچیکه، احتمالا حرکت کوچیکی خواهیم داشت و اعتبار این میتونه نهایت سه کندل باشه اگه اشتباه نکرده باشم. البته میتونه بعد از سه کندل یهو خودش رو نشون بده، اما به هر حال اینجا ما این حرکت رو داشتیم و دیدیم. و حالا این کندلی که الان انتهای روز هست در نیویورک، ساعت 8:30 شب هست، فکر میکنم در انتهای روز این سیگنالی رو که این کندل داره میده این هستش که خب اینجا باز شده، ریخته پایین، رفته بالا و اومده پایین دوباره و با فشار گاوها داره میره به سمت بالا و به نظر میاد که فشار خریدارها زیاد هست در این ناحیه. از اینها که بگذریم، میتونم برم سراغ سیگنال های دیگه ای که من اینجا دارم. این پیوت لاین هفتگی ما هست که همونطور که میبینین فعلا بهش گیر کرده و یک خط در این ناحیه، یک پرایس روندی رو ما اینجا داشتیم، 98,000 بوده. اگه بخوام نشونتون بدم که اینجا هم یک پرایس ریاکشن ما بهش در واقع ریاکشن رو نشون داده و بعد یکی دیگه داریم که در 98,000 هست، بالاتر که تقریبا یه ذره پایین‌تر از پیوت لاین هست، که این هم یه پرایس روندی هست که میشه یه واکنشی رو از بازار ازش دید. و نکته دیگه که اینجا بخوام بهش بگم، امیدوارم که اشتباه نکرده باشم، ولی انقدر دیگه من نمودار نگاه کردم،
خواب نمودار میبینم الان، امیدوارم این توهم نبوده باشه. اما اینو اگر یه مقدار زوم اوتش کنم، من اینجا فکر میکنم که اینجا یه تقریبا فکر میکنم داره یه هدن شولدر برعکس داره شکل میگیره. این یه شولدر چپشه، این هدشه، و این هم اون یکی شولدر راستشه که حالا جا داره بیاد بالا. یه مقداری هم تشخیصش سخته برا من. این هست، این چپه، این هده، و این هم شولدر سمت راستش هست که فکر کنم این مقدار جا داره تا بیاد. این حدودها هست که اگر درست دیده باشم، این باز یک سیگنالی رو داره به ما میده که این میتونه بره به سمت بالا، یعنی به اندازه حتی قاعده این قسمت به ما سود به سمت بالا میده. حالا نمیدونم، میخوام هیچ نکته جا نمونه. فکر میکنم دیگه، آها یه نکته اینجا اینجام هست. من یه فیبوناچی انداختم روی این روند نزولی کلی و یکی هم روی این روند نزولی کوچیکتری که تو دل خودش جا داده گذاشتم. 1.28% از روند کوچیک به من اینجا داد این حدودها، و یکی هم بالاتر داد 38% که مال روند بالاتر بود، که این ناحیه خیلی محکمیه و واقعا فکر میکنم یه کار خیلی سختی رو داره که این قیمت به این بالاها بره. احتمالش از خیلی هم اتفاقا راحت بره، ولی یه مقداری به نظر میاد که نقاط مقاومتی زیادی سر راهش هست. از اون طرف هم که مووینگ اوریج 20 روزه کله کرده اومده پایین، اما من اعتمادی بهش ندارم، چون فکر میکنم که این کله کردنه مال این روند نزولی اینجا هست و چون خیلی خنگ و دیلی داره فکر نمیکنم که در حال حاضر کمکی بکنه یه سیگنال خاصی بده. البته میخوایم ببینیم، داریم میبینیم که این انتهاش هم یه مقداری داره از اون شیب سودی که داشته داره تلطیف میشه و میتونه ندای یک گیر کردن قیمتی مثل سایدوی شدن یا یه استراحتی رو به ما بده. همونطور که گفتم اینجا نقاط استراحتی فیبوناچی ما هم هست. حالا خیلی سریع برم، 3 دقیقه فرصت دارم، سراغ اسیلاتورها. مکدی هیچ واگرایی سیگنال خاصی رو به من اینجا نمیده، اینو بیخیالش میشم. میرم سراغ RSI. RSI هم که حالا خیلی فاصله داره تا خط 50% تا 30% هم فاصله داره و واگرایی خاصی هم ازش نمیبینم. نمیبینم. بله، اینم سیگنالی رو به ما نمیده. و حالا میرسیم سراغ استوکاستیک. استوکاستیک یه سیگنال های مثبتی رو داره به ما میده. اولین سیگنالی که بوده البته مال گذشته است، خط نقطه چین خودش رو به همراه خط 20% خودش شکسته و رفته بالا که مال این کندله، فشار زیادی روش بوده اومده بالا و بعد کله کرمان پایین، و از دوباره از این نقطه‌ای که ما الان توش هستیم خط قرمز خودش رو شکسته و چون فاصله خیلی زیادی تا خط 80% خودش داره، این میتونه یه امیدی باشه به اینکه حالا تا بخواد به اون بالا برسه و اوبربات بشه، ما یه رشد قیمت خوبی رو اینجا مشاهده بکنیم در آینده. این هم از استوکاستیک. و این نکته هست که ممنون میشم، الان البته حضور ذهن ندارم، باید برم ریویو کنم دوباره، اگه اشتباه میکنم لطفا متذکر بشین. من الان یادم نیست که از استوکاستیک از قله ها و کفاش میشد واگرایی گرفت یا نه، اما اگر درست هست و میشه گرفت، الان حضور ذهن ندارم، ولی اینجا داره به ما میده. حالت ما اینجا نزولی داریم و اینجا در واقع از این کف تا این کف به ما داره میگه که این در یه خط صاف و نیوترال هست و به ما میگه که قیمت برخواهد گشت. اینم از استوکاستیک. سریع ببندمش که 30 ثانیه بیشتر وقت ندارم. مکدی اوورکراس دار ما، اوورکراس با اوورکراس دار ما هم اینجا داره یه سیگنالی رو به ما میده که
خط قرمز نقطه چین خودش رو در حال شکستن است، در حال شکستن است، به نظر من هنوز نشکسته، اما این اگر شکسته بشه این سیگنال مثبت خرید هست که میگه که قیمت قرار مثبت بشه. و از هیستوگرام های این مکدی هم ما میتونیم، حالا یه سوال الان برام پیش اومد، چرا این هیستوگرام داره میده اوور واگرایی رو داره میده و تقریبا دیگه به خط صفر رسید و میخواد مثبت بشه و این میگه که قیمت میخواد برگرده، اینجا واگرایی رو داده اما در اون یکی مکدی ما واگرایی رو نداریم. این یه سوال، ممنون میشم جواب بده. من اینکه حالا اگر بخوام این رو به عنوان یک ترید نگاه کنم، خیلی در حال حاضر من ارزش ترید کردم با وجود اینکه سیگنال های زیادی رو دارم ازش میگیرم برای خرید نمیبینم، به این دلیل که در حال حاضر قیمت ما اینجاست و اگه من بخوام یه استاپلاسی رو برای این بگیرم، اسفان خب درسته یه مقاومت خیلی خوبی اما تک پروفیت جالبی، عذر میخوام، استاپ لاس جالبی رو من نمیبینم اینجا بخوام براش بذارم، بخاطر اینکه اینجا قبلا این اسفان شکسته شده و یه شادویی رو به اینجا زده دیگه، مینیمم جایی که من بخوام بگیرم اینجاست و یه رقم خیلی زیادیه چون توی تایم فریم روزانه هستیم، 390 تا داره به ما، یعنی از ما استاپ لاس میگیره و از طرفی هم مووینگ اوریجی که اینجا هست این قرار تازه بیاد پایین تر، این خودش نقطه مقاومتیه. حالا فیبوناچی هم با چک کنیم وضعیت اونجا چطوره، آروان ویکلی داریم اینجا و حالا تکلیف اینو بخوام یه سرش کنم، اینجا 340 پیپ قاعده کنج ما هست و من خیلی سریع وقتم گذشت بخوام بگیرم، اگر از این نقطه ای که شکست بخوام حساب کنم، امیدوارم درست باشه، اینجا رو دقیق نمیدونم دارم درست حساب میکنم یا نه، نمیدونم از اینجا باید بگیرم یا از اینجا، اما فکر میکنم از اینجا باشه، اگر از اینجا بخوام بگیرم 340 340 پیپ میفته اینجا، یعنی فکر میکنم تا این بخواد روش کنه این حالا اومده پایین و زیاد ارزشی فعلا نداره، اما اگر آینده خوبی رو براش متصور بخوایم بشیم این هستش که اینا رو اگر بشکنه و حالا بعد از مونیتور کردن اینجور داستان ها خط آروان رو بشکنه، من تیک پروفیت دوم من اینجاست، یعنی حالا شاید تیک پروفیت اولم در واقع، من فکر میکنم تا اینجا میتونه بالا بیاد، حالا این همه سیگنال مثبت دارم ولی از اون طرفم نمیدونم، به نظرم میاد که شاید این بالا نره، باید ببینم چطور، باید ببینیم که چطور میشه. حالا این کندل آخر هم یه جورایی چون انتهای روز هست این داره نشون میده تقریبا که زور خریدارها یه مقداری چربیده، حالا فردا هم باید چک بشه و ببینیم چطور است. مرسی از وقتی که گذاشتین، ممنون میشم از نظراتتون، بهره‌مند بشم، روز خوش.